سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش اعلام کرد که سنی های تندروی فعال در شمال آفریقا هر ساله شمار بیشتری از کودکان را برای جنگیدن به عضویت خود در می آورند و اگر مخالفتی انجام گیرد آنها را می کشند. مت ویلز معاون مدیر عفو بین الملل می گوید در منطقه تیلابری نیجر یک نسل کامل در حالی بزرگ می شوند که مرگ، ترس و ویرانی فضای اطراف آنها را فرا گرفته است. گروه های مسلح بارها به مدارس و فروشگاه های مواد غذایی حمله کرده و کودکان را هنگام عضوگیری هدف قرار می دهند. این سازمان غیر دولتی در گزارشی 64 صفحه‌ای درباره تاثیر روزافزون درگیری های مسلحانه و خشونت بار تروریستی بر کودکان در منطقه تیلابری منتشر کرد با استناد به پایگاه داده درباره محل و روند درگیری های مسلحانه که در گزارش اف بین الملل آمده خشونت علیه غیر نظامیان در نیجر بین یکم ژانویه تا 29 ژوئیه 2021 جان حدود 544 تن را در مقابل 397 نفر در سال 2020 گرفته است. اف بین الملل به نقل از گواهی و شهادت شماری از نوجوانان بازمانده از اقدامات گروه های تروریستی می که حدود 60 کودک در سه منطقه مرزی نیجریه کشته شدند. بر اساس گزارش اف بین الملل حمله به مدارس نیز به طور روزافزانی تشدید شده تا آنجا که اکنون بیش از 31000 هزار نفر ترک تحصیل کرده اند و این رقم ده هزار نفر بیشتر از سال گذشته است.